28 ربیع الثانی سال 1390 هجری قمری سال روز درگذشت علامه عبدالحسین امینی صاحب اصل نامدار و دائرت المعارف 11 جلدی القدیر است القدیر به بررسی تفصیلی مسئله ولایت امیر المومنین علیه السلام از جنبه های گوناگون تاریخی، تفسیری، روایی، فقهی، ادبی، کلامی و اصولی پرداخته است و در همه این مقوله ها ولایت امیر المومنین علی علیه السلام را برای اهل تسنن اثبات می نماید گزارش فاطمه موسوی را با هم ببینیم علامه عبدالحسین امینی در سال 1320 هجری قمری برابر با 1281 هجری شمسی در تبریز متولد شد. وی تحصیلات مقدماتی را در تبریز گذران در جوانی به نجف رفت و پس از گذراندن مراحل تحصیلی نزد مراجع معروف و محضر استادان برجسته ای چون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله میرزا محمد ناینی، آیت الله شیخ محمد حسین کمپانی و آیت الله شیخ محمد حسین کاشف به درجه اجتهاد رسید. وی در علوم اسلامی مانند تفسیر حدیث درایه و علم رجال فقه و تاریخ گوی، استاد و متبهری بینظیر بود که این مطلب را میتوان بعد از انتشار کتاب شهدای راه فضیلت دریافت چرا که مراجع و علمای بزرگ زمان همچون آیات ازام سید ابوالحسن اصفهانی حاج آقا حسین تباتبایی قومی شیخ آقا بزرگ تهرانی شیخ محمد حسین کمپانی و شیخ محمد خلیل عاملی به تحسین وی پرداختند اما بدون شک اثر ماندگار که وی را به شهرت رساند دایره معارف 11 جلدی القدیر بود که امروز در 22 جلد به زبان فارسی ترجمه شده است علمای اسلام بر این باور هستند که علامه امینی با نگارش القدیر بزرگترین سند وحدت مسلمانان را به نمایش گذاشت و این کتاب منحصر به فرد را منبع و مرجع خود می‌دانند علم امینی در القدیر مسئله ولایت تشیع را از جنبه های گوناگون تاریخی، تفسیری، روایی و حدیثی، فقهی، ادبی، کلامی و اصولی بررسی کرده است. یکی دیگر از ویژگی های این اثر که ارزش آن را دوچندان کرده است آن است که معلف برای نگارش آن به کتابخانه های کشورهای مختلف از جمله عراق، هندوستان، پاکستان، مغرب، مصر و دیگر کشورهای دنیا سفر کرده و از آنها بهره برده است. نگارش کتاب القدیر حدود چهل سال به طول انجامید که روزانه شش ساعت از وقت علامه به آن تعلق داشت. وی درباره منابع خود برای نگارش القدیر گفته است من برای نوشتن القدیر ده هزار کتاب را از ابتدا تا انتها خانده و به صد هزار کتاب مراجعه مکرر داشتم. علم امینی در القدیر با نام بردن از 110 تن از صحابه و 84 نفر از تابعین که حدیث قدیر را روایت کرده است ولایت مطلقه ائمه معصومین علیه السلام را از طریق اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام اثبات کرده و سپس ولایت غیر معصوم را نفی نموده است از دیگر آثار وی می توان به تحقیق و تعلیق بر کامل و زیارات سیرتنا و سنتونا، سیرت نبی یا و سنته تفسیر فاتحه تل کتاب اشاره کرد در واقع تعلیف ام تعلیفات امینی نشان از دقت نظر و نیز گستردگی حوزه دانش یا به اصطلاح جامعیت علمی او دارد این عالم وارسته علاوه بر خلق آثار بیبدیلی چون القدیر کتابخانه بزرگی در نجف با نام امیرالمؤمنین علیه السلام تأسیس کرد که حاوی 500 هزار عنوان کتاب در زبانهای مختلف و حدود هفت داد هزار نسخه خطی است. وی در پرورش افرادی توانمند در دفاع از دین از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کرد. این عالم فرخیخته همواره سعی داشت تمام کتاب مورد نیاز محققان این حوزه را در اختیار آنان قرار دهد. ده محمد باقر محمودی محقق معاصر و مصحح کتابهای بهارالانوار جلد مربوط به معاویه تاریخ ابن اساکر جلد مربوط به امام مجتبی علیه السلام یکی از محققان پرورش یافته مکتب وی است علامه اسد حیدر محقق بزرگ شیعه در نجف و معلف کتاب ارزشمند الامام و صادق و المذاهب الاربعه نیز از جمله محققانی به شمار می رود که در آن زمان که هنوز کار تعلیف این کتاب را آغاز نکرده بود برای نگارش مقاله‌ای درباره امام صادق علیه السلام از علامه امینی درخواست کمک کرد علام امینی معتقد بود که موضوع زیارات و ادعیه بدان گونه که در مکتب و مطرح شده در هیچ دین و مذهبی طرح نگردیده است و اگر کسی با این زیارات و ادعیه معنوس بشود و متوجه باشد که چه میخواهد و فلسفه و حکمتش را بداند این فرد شیعه بیسوادی نمیشود علم امینی در ظهر روز جمعه دوازده تیر ماه 1349 هجری شمسی برابر با 28 ربیع ثانی 1390 هجری قمری در 68 سالگی در تهران درگذشت و پیکر او به کتابخانه امیرالمومنین که خود بنیان گذارش بود انتقال و به خاک سپرده شد فاطمه سادات موسوی اخبارشیه